برای آشنایی با صفویان باید برگردیم به سال 631 شمسی دوران شیخ صفی و دین اردبیلی جد بزرگ دودمان صفوی که اسم این سلسله هم برگرفته از همین شخصیته شیخ صفی‌الدین اردبیلی تو سال 650 هجری قمری تو اردبیل به دنیا اومده پدرش هم جبرئیل نامی بوده که یک کشاورز ساده است که علاقه خاصی هم به گوشه نشینی و زهد داشته صفید هم به دنبال پدرش از همون جوانی به علوم دینی و قرآنی علاقه نشون میده و قرآن رو حفظ میکنه و بعدتر هم به زهد و ریاضت میپردازه. وقتی هم 20 سالش میشه تصمیم میگیره بره شیراز و به خدمت نجیب و دین نامی که یکی از صوفیان بزرگ اون دوران بوده برسه ولی وقتی میرسه میفهمه که نجیب و دین فوت کرده. بعد یک چند سالی رو توی شیراز و شهرهای اطرافش میگذرونه و با صوفیان مختلف دیدار میکنه. حتی میگن با سعدی هم دیدار داشته. بعد از اون اسم و آوازه فردی به نام شیخ زاهد گیلانی به گوشش میخوره و سریع به سمت گیلان میره. صفی الدین وقتی به گیلان میرسه 25 سال داشته و شیخ زاهد هم حدود 60 سال. توی خانقاه شیخ زاهد میمونه و پیشرفت‌های زیادی میکنه و با بالا رفتن سن شیخ زاهد عملا میشه دست راست و داماد شیخ زاهد. بعد شیخ زاهد هم اونو به عنوان جانشین معنوی خودش انتخاب میکنه و بعد از مرگ زاهد گیلانی هم صفی و دین به رهبری طریقت زاهدیه در میاد و همه میراث اون که یک ثروت عمده و زیاد بوده و هم روابط نزدیک با حاکمان ایلخانی مغول میرسه به شیخ صفی و دین اون بره ایران دست ایلخانان بود و ایلخانان هم به تصوف ایرانی علاقه زیادی داشتن ثروت شیخ زاهد هم از موقوفاتی بود که مردم داده بودن بهش بعد از یه مدت صفی الدین به اردبیل برمیگرده و این شهر به مرکز طریقت زاهدیه تبدیل میشه صفی الدین اهداف بزرگی داشته و میاد و پسرش رو یعنی صدرالدین موسا رو به عنوان جانشین خودش انتخاب میکنه و عملا رهبری طریقت رو به خانوادهش میسپره طریقت زاهدی هم به طریقت صفویه معروف میشه با کمک میراث زاهد و پشتیبانی ایلخانان مغول اون تونست املاک زیادی جمع کنه و پیروان زیادی جذب کنه میگن وقتی شیخ صفی و دین به اردبیل برگشت دارایش همون کشاورزی پدرش بود و ثروتی که شیخ زاهد داده بود اما کم کم با زیاد شدن پیروانش لاک زیادی هم وقف خانقاه اون میشه تا جایی که در زمان وفاتش املاک اونو به بیش از 20 روستا اونوا کردن در آخر عمرش هم تعداد پیروانش بسیار زیاد بوده طوری که یکی از مقامات ایلخانی تاکید کرده که پیروان صفی حتی از لشکر مغل هم بیشتر بودن دوران صفی همزمان میشه با محمد خدابندی سلطان ایلخانان صفی خیلی هم مورد احترام مردم و دولت بوده اون به خاطر ریاضت های زیاد و روزهای سخت به مرور ضعیف شد و آخرای عمرش فقط غذای ساده میخورد و به کمک فقرا و انجام وظایف دینی اهمیت زیادی میداد در پایان عمرش بیشتر قرآن میخواند. تا این که در سن 85 سالگی فوت کرد و در خانقاه خودش دفنش کردند. پسرش صدرالدین موسا شد جانشینش بیشتر مورخان اجداد شیخ صفی رو از مذهب سنی شافعی حجاز میدونن که از حجاز به کردستان و بعد به اردبیل مهاجرت کردند. ولی بازم نظرات متفاوتی درباره این جریان هست البته بعد از بر سر کار اومدن صفویان به قول یه سریا شجر نامه ای تهیه کردن که نسل صفویان رو به امام هفتم شیعیان منصوب میکرد. گفتیم که بعد از شیخ صفیادین پسر شیخ صدرالدین به جاش نشست و به ترتیب شیخ علی سیاپوش، شیخ ابراهیم و بعدش شیخ جنید رهبری طریقت صفوی رو بر عهده گرفتن. اونا پیروان زیادی داشتن. شیخ جنید با قبایل ترکمن متعهد شد و طریقت صفویه رو به یک جنبش نظامی تبدیل کرد اون با اوزون حسن رهبر آقویون متحد شد و با خواهر اوزون حسن خدیجه بیگم ازدواج کرد ولی در نهایت شیخ جنید تو جنگ با مخالفان کشته شد بعد از مرگ شیخ جنید پسر شیخ هیدر رهبری رو بر عهده گرفت اونم به جنگ با دشمنان صفوی ادامه داد و با کمک قزلباشها ها نبرد های زیادی رو انجام داد در آخرم تو سال 866 شمسی تو جنگ با غرق یونلوها کشته شد یه گوریزی هم بزنیم به قزلباشها ها که کی بودن قزلباش هم معنیش میشه کلا قرمزا به خاطر کلاه قرمزی که تو سرشون بذاشتن اونا از جاهای مختلف مثل ترکمنستان قفقاز به ایران اومده بودن و تو جنگ ها و تو کارهای دینی فرهنگی فعالیت زیادی داشتن و کمک صفویان بودن اهمیت این قزل باشا انقدر بالاست که اگر همین قزل باشا نبودن شاید صفویان هم به قدرت نمی رسید قدرتی که یکم جلوتر می بینیم که خود همین قزل باشا صد راه صفویان میشن حالا در رابطه با قزلباش ها و داستانهای های شکگیریشون کاملا تو قسمت بعد که زندگی نامه شاه اسماعیل صحبت میکنیم بعد از کشته شدن شیخ حیدر فرزندش شاه اسماعیل و خانوادش تحت تهدید بودن و به گیلان فرار کردن اونجا هم تحت حمایت یکی از دوستداران صفوی به اسم میرزا علی کوهی قرار گرفتن و اسماعیل هم همونجا موند و تعلیمات نظامی و مذهبی دید و انگیزش هم گرفتن انتقام بود. وقتی اسماعیل دوازده سال شد تصمیم گرفت بردبیل برگرده و قدرت رو به دست بگیره. با کمک قزلباش ها که پیروان وفادار صفوی بودند شروع به جمع نیرو کرد و اسماعیل با نیروی کمی که داشت با دشمن های مختلف جنگید و اونا رو شکست داد. تو این مدت به تدریج نیروها و طرفدارای بیشتری جذب کرد. اسماعیل تو سال 1501 تونست تبریز رو تصرف کنه البته اینجا به میلادی گفتیم این حرکت خیلی مهم بود چون تبریز یکی از شهرهای مهم اون زمان بود و تصرفش به معنای شروع و پایگذاری سلسله قدرتمند صفوی بود بعد از تصرف تبریز اسماعیل خودش رو شاه ایران اعلام کرد و سلسله صفوی رو عملا تأسیس کرد. اون مذهب شیعه رو به عنوان دین رسمی کشور اعلام کرد و با زور و تبلیغات تونست حمایت زیادی رو هم جذب کنه. اینطوری شد که شاه اسماعیل از یک بچه فراری به بنیانگذار سلسله صفوی و شاه ایران تبدیل شد. یه سری اصلاحات و اقدامات انجام داد مثل همین رسمی کردن مذهب شیعه و گسترش حدود صفویان و مقابله با دشمنای خارجی که یکی از این چالش های مقابله با خارجی ها نبرد چالدوران بود. شاه اسماعیل تو زمان حکومتش با حمله عثمانی ها به رهبری سلطان سلیم یکم مواجه شد. سلطان سلیم هم شیعیان رو کافر میدونست از این ورم شیعیان سنی ها رو کافر میدونستن و با لشکرکشی عظیم از طرف عثمانی به ایران حمله شد اسماعیل هم با جمعوری حدود چهل هزار سرباز مقابل بیش از ست هزار نیروی عثمانی در جنگ چالدوراند در سال 893 خورشیدی ایستادگی کرد تو این جنگ سربازان ایرانی که بیشتر از سلاح سرد مثل شمشیر و نیزه استفاده میکردن در برابر سپاه مجهز به توپ و تفنگ عثمانی شکست سختی خوردن شاه اسماعیل هم مجروح شد و از میدان فرار کرد این داستانهای جالبی داره این جنگ چالدوران حتما تو قسمت های بعد بهش میپردازیم و از جزئیاتش میگیم عثمانی ها بخش های بزرگی از آذربایجان رو اشغال کردند که این وضعیت تا زمان شاه عباس یکم ادامه داشت بعد از شکست در نبرد چالدوران شاه اسماعیل دچار افسردگی شد چون عملا از بچگی تو گوشش خونده بودن تو شکست تو خاغانی و هزار تا از این داستان ها بعدش شاه اسماعیل واسه یه مدت مثلا کلهم از امور حکومتی کناری گیری کرد و به یک زندگی خصوصی پرداخت تا اینکه در سال 902 شمسی در سن 37 سالگی درگذشت. دوم پادشاه صفوی که از سال 902 تا 954 میلادی یعنی حدودا 52 سال حکومت کرد شاه تهماس بود. بعد از مرگ پدرش شاه اسماعیل یکم اون در سن ده سالگی به سلطنت رسید. چون سنش هم کم بود عمرای قزلباش فرصت زیادی داشتن تا از قدرت سوء استفاده کنن اما تحماس با شجاعت و تدبیر کم کم تونست قدرت رو در دست خود خودش تحدیدات تهدیدات و عثمانی رو دفن کنه و دوره از صلح و ثبات رو بر ایران به وجود بیاره که تا مرگش در سال 984 هجری قمری و سلطنت پسر شاه اسماعیل دوم ادامه داشت. تحماس به هنرم خیلی اهمیت میداد و خودش هم نقاش خوبی بود. تو زمان اون هنرمندان، خوشنویسان و شاعران در مجالس سلطنتی حضور داشتن. تحماس همچنین به روحانیون هم امتیاز زیادی میداد و به اونها اجازه داد در کارهای دینی و اداری دخالت کنند. با این حال تهماز هنوز با قدرت های مسیح مثل ونیز و هاسپورک هم مذاکره میکرد. بعد از مرگ تهماز جانشینی او باعث جنگ داخلی شد و اکثر خانواده های سلطنتی کشته شدند. سلطنت او که 52 سال طول کشید طولانی ترین دوره ی حکومت در دودمان صفوی و شاهان ایران بعد از اسلام بود. با اینکه برخی از غربی ها انتقاداتی به اون داشتن اما مورخان امروز اونو فرماندهی شجاع و توانا میدونن که البته اشتباهاتی هم تو کارنامهش داره در دوران او نفوذ قزلباش ها کمتر شده بود و گروه های جدیدی مثل گرجی ها و ارمنیها ها به ارتش اضافه شدند. بعد از مرگ شاه تماس تو سال 1576 چون وارث مشخصی نداشت گفتیم که رقابت ها بر سر جانشینی شروع شد. هیدر میرزا پسر محبوب تحماس با حمایت ایل استجانلو و گرجیان شاهی رسید ولی گرچی ها اونو کشتن و بعد با حمایت اکثریت قزل باشا و تایید دختر بانفوز تهماسب پریخان خانم اسماعیل میرزا که سالهای زیادی هم تو زندان بود به عنوان شاه اسماعیل دوم تاج گذاری کرد اسماعیل دوم به دلیل سالهای زندانی بودن دچار بدگمانی شده بود و دستور کشتار بسیاری از اعضای خاندان سلطنتی و افراد مهم دوران شاه تماس رو صادر کرد اسماعیل دستور اعدام خیلی از برادرای ناتانی و خیشاوندای خودش شد اما محمد خدابنده رو نکش احتمالاً به دلیل نابینایی و شاید هم برادر تنی بود. دنش. یا شاید هم فکر میکرده اصلا رقیب مهم نیست اما پسرش رو که در حرات بود یعنی عباس جوان فردی رو فرستاد که اونو بکشه اون فردم به حرات رسید اما اعدام رو به خاطر ماه مبارک و سید بودنش به تأخیر انداخت زد و شاه اسماعیل تو همین به تاخیر انداختن به دلایل نامعلومی تو سال 955 مرد و عباس نجات یافت بعد تو سال 955 محمد خدابنده نابینا به جای برادرش توسط قزلباش ها به عنوان شاه جدید انتخاب شد تو زمان حکومت محمد خدابنده کشور با مشکلات داخلی و حملات خارجی دست و پنجه نرم میکرد عثمانی ها و ازبک ها به ایران حمله کردن و قزلباش ها و فرماندهان نظامی صفوی از این وضعیت ناراضی بودن و دنبال راه حل میگشتن تو سال 957 قزل که از دخالت های خیرون نسابه گم همسر محمد خدابنده ناراضی بودن به حرمسرای اون حمله کردن و اونو کشتن چون زیاد دخالت میکرد تو امور درباری و محمد خداوندم هم که عملا حکم حویج رو داشت این اتفاق یعنی کشتن مادر شاه و همسر محمد خدابنده تاثیر عمیقی روی عباس گذاشت با اینکه زیاد مادرش ندیده بود اونم تصمیم گرفت که قدرت قزلباش ها رو ازشون بگیره گذشته یکی از فرماندهان قزلباش از عباس جوان حمایت کرد و اونم تونست حمایت دیگر فرماندهان قزلباش رو جلب کنه و در آخر به تخت سلطنت نزدیک بشه. تو سال 965 فرماندهان قزلباش محمد خدابنده رو برکنار کردن و عباس پسرش رو به عنوان شاه جدید انتخاب کردن. عباس اون موقع فقط 16 سال داشت ولی با حمایت فرماندهان و تجربه هایی که از کودکی در دربار صفوی کسب کرده بود تونست به سرعت کنترل امور رو به دست بگیره با سری تلاش کرد تا قدرت مرکزی رو قوی تر کنه و از نفوذ زیاد قزلباش ها جلوگیری کنه نیروهای نظامی جدیدی تشکیل داد و سیستم ارتش رو عملا بازسازی کرد وقتی هم که به پادشاهی ایران رسید قسمت های از ایران یا همون حدود قبلی صفوی دستش نبود و گفت فعلا به اینا کار نداریم به امورات داخلی میپردازیم کاری به ازبکان نداریم کاری به عثمانیان نداریم بعدش یواش یواش میریم سر وقتشون شاه عباس تونست با تدابیر نظامی موفق حمله کنه به سمت ازبک ها و نفوذ اونا رو تو خراسان کم کنه و بتونه دوباره اون منطقه رو به کنترل خودش در بیاره همچنین با عثمانی ها جنگید و تونست بخش هایی که اشغال شده بود رو از اونا پس بگیره بخشای مثل آذربایجان و عراق و اینا شاه عباس با حمایت از تجارت و بازسازی راه های تجاری به اقتصاد ایران هم خیلی کمک کرد و بعد اصفهان رو به عنوان پایتخت جدیدش انتخاب کرد و این شهر رو به یکی از زیباترین و مهمترین شهرهای زمان خودش تبدیل کرد با این کار تونست صفویان رو از بحران بیرون بکشه و دوران جدیدی از قدرت و شکوه رو برمقام بیاره شاه عباس بزرگ پنج تا پسرم داشت که سه تا از اونا تونستن از کودکی در بیان و بالغ بشن اولیش محمد باقر میرزا دومیش محمد خدابنده و سومی هم امام قلی میرزا محمد باقر میرزا یا صفی میرزا به دلیل احساس شاکر فکر میکرد این داره براش توطعه میکنه میخواد قدرت رو ازش بگیره و یه چند جام انگار بی احترامی ازش دیده بود دستور داد که اونو در حمامی توی رشت بکشن هرچند که شاه بعدا از این اقدام پشیمان شد دومین پسرش هم محمد خدابنده بود محمد هم یه روز که پیش خودش فکر میکرد شاه در بستر مرگ و احتمال مرگش زیاده و بعد از مرگ شاه عباس به جانشین او میرسه شروع میکنه به جشن گرفتن اما شاه خوب میشه و به خاطر خوشحالی کردنش میاد پسرش رو کور میکنه سرم محمد خدابنده به دستور شاه صفی یعنی جانشین شاه عباس و نوش که در موردش صحبت میکنیم به قتل میرسه سومین پسرش هم امام قلی میرزاست که اونم به دلایلی کور میشه. در نهایت شاه عباس پسر محمد باقر میرزا یعنی سام میرزا نوش رو به عنوان وارث انتخاب میکنه. گفته شده روز شاه عباس در شکارگاه بیش از حد غذا و نوشیدنی مصرف میکنه. وقتی برمیگرده به خاطر سنگینی معده دوچار تپ میشه و دعوت حق رو لبیک میگه. اما بعد از مرگ شاه عباس گفتیم که سال 1629 به نام شاه صفی به سلطنت میرسه شاه صفی که خیلی جوان بود و با ترس و تردید به تخت نشسته بود چون میدونیم که پدرش محمد باقر میرزا به دستور خود شاه عباس کشته شده بود اونم به هیچ کس اعتماد نداشت و برای حفظ قدرتش دست به هر گونه کشتاری زد در دوران او ایران با مشکلات بزرگی مواجه شد جنگ های مدام با امپراتوری عثمانی و ازبک ها مواجه شد جنگ های مدام با امپراتوری عثمانی و ازبک ها کشور رو تحت فشار قرار میداد. به خاطر سیاست های سخت هم شاه صفی عملا باعث تضعیف قدرت مرکزی شد. اونم در نهایت در سال 1642 میلادی در گذشت و پسرش شاه عباس دوم به سلطنت رسید. شاه عباس دوم هم با هدف برگردوندن قدرت و ثبات به کشور اصلاحات بزرگی انجام داد. اون با امپراتوری عثمانی صلح کرد و تونست کشور رو از بحران تا حدودی نجات بده دوران شاه عباس دوم دوران شکوفایی هنر و فرهنگ بود معماری و هنرهای دستی به اوج رسید و آثار زیادی به جامود با این حال در سال 1666 میلادی شاه عباس دوم هم درگذشت و پسرش شاه سلیمان به تخت سلطنت نشست. شاه سلیمان بعد از مرگ پدرش به سلطنت رسید اما برخلاف پدرش نتونست کشور رو خوب اداره کنه. دوران اون پر از فساد و بینظمی بود. اشراف و درباریان از ضعف اون استفاده کرده بودن و فساد در سیستم حکومت به اوج خودش رسیده بود. شاه سلیمان نتونست با این مشکلات مقابله کنه و در نهایت درگذشت و بعد از اون شاه سلطان حسین به سلطنت رسید شاه سلطان حسین هم نتونست کشور رو به خوبی اداره کنه فساد در دربار و ناتوانی و اون در مدیریت کشور باعث نارضایتی مردم شد وضعیت اقتصادی هم خراب بود و مالیات ها هم به دنبال این وضعیت خراب سنگین و زیادتر می شدن و هم همچنین فشار رو بر مردم بیشتر میکرد نظامیان هم به خاطر پرداخت نشدن حقوقشون عملا ناراضی بودن در این دوران شورش های زیادی در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوست و قدرت مرکزی به شدت تضعیف شد محمود افغان که یکی از سرکردگان افغانی بود از این ضعف استفاده کرد و در سال 1100 به ایران حمله کرد. محمود افغان به سرعت به پایتخت صفویان اصفهان رسید و این شهر رو تونست محاصره کنه. بعد از چند ماه هم اصفهان سقوط کرد و شاه سلطان حسین به اسارت در اومد. با سقوط اصفهان و دستگیری شاه سلطان حسین سلسله صفوی به پایان رسید و محمود افغان قدرت رو در دست گرفت و صفویان هم دیگه نتونستن حکومت رو ادامه بدن. دوران محمود افغان هم دوران جالبی نبود بعد از سقوط صفویان ایران وارد دوره از بی ثباتی شد اما بعد از مدتی نادرشاه افشار تونست با قدرت نظامی و اصلاحات کشور رو از دست افغانا بگیره و سلسله افشاریه رو بنیان گذاری کنه داستانی که تو زندگی نادرشاه عرض کردیم خدمتون ممنونم که امروز هم همراه ما بودین لایک و کامنت و سابسکرایب بیایتون نره اگر اشتباهی داشتیم ما رو به بزرگی خودتون ببخشین تا درودی دیگر بدرود